سلام دوستان من رام هستم سلام بر یوتیوب منم سوئلم دوباره یه اپیزود دیگه براتون مسجد داریم من ساعت الان 11 صبح سعی رفتم فوتبالم رو بازی کردم گل زدم که واسه اپیزود آماده باشم بنده هم شراب دست در یک جای زیبا کنار دریا ویو رو ببین خاک خیلی دارم. آره دارم آه. یه،, بریک گرفتم توی بریک هم دیدی این آره که میگن یه <تصیح> <تص ویکیشن لازم <اسم> دارم بر <applause> البته برای من چیز کار بوده همش تا الان تو سفر اینا آن راستی هنوزم توی تورم برین kingram.com تور tour ببینید کجای دنیا کانادا چند تا شو دارم ونکوور مونتریال تورنتو توی جون و جای دیگه دنیا برین, برین اونجا چک اوت بکنید خیلی خوب بود برای سیاتل که من اومدم قشن شروع بود تاپ تا پک پا سولد اوت خیلی خوش گذشت بود دود واقعا یعنی انقدر خندیدیم و اصلا وجود تو میدونی یه مثل یه مثل ای آدم برفی گنده ای <تصفح> قشنگ مثلا آدم میخواد همجوری بغلت کنه آدم برفی که از کوکائین و علافه <تصفح> 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 مثل میشلین من هستش لاستیک سفیده آره دقیقا یه،, یه همچین حسی داری تو اصلا یه حس خیلی گرم و انرژی بغل و کادلینگ با خودت میاری هر جا که هستی عشق منی النا هم چون پای خیلی هم کوله با... آقا واقعا من خیلی حسودی میشه به تو النا خیلی انرژیتون با هم خوبه آره انرژی صبح داشتم بهش گفتم گفتم من همیشه کف تو کف اینم که چه جوری النا تو رو تحمل میکنین واقعا کون آوردی خیلی جالبه تحمل که میکنه هیچی اون چیزایی که باید تحمل بکنه رو دوست داره اینش خیلی جالبه یعنی مثلا توجه میکنم من میگم تا یه بار النا رو نگیرم تو پادکست به تو فوش خوار بدیم ولکن نیستم واقعا هی نقل از اون یه تو آقا النا جا کامنت گذاشته بود کامنت گذاشته بود آقا وای من I would do anything for an in and out زیر یک از پست این اند گذاشته بودم مخاطبم زیرش بنویسم anything گفتم یا سایه به غیرتش برمیخوره گفتم سایه غیرت نداره ولی خودم بی مردم الان توی پابلیک میگن اینا تریسا میزنن هر شب با هم خدا دیگه خدا اینا هم امام شایعه آره خدایی خیلی یه دفعه یه دونه پست دیرم یه جا یکی یه چیزی نوشته بود راجع به من نمیدونم توییتر بود کجا بود بعد یکی دیگه رفته بود زیرش اونو جر داده بود راجع من صحبت کرده بود بعد یه چیزی راجع من نوشته بود که وقتی منم میخوندم گفتم این عجب آدم باحالیه من دوستم با این آشنا بشم این کیه خفنه. <تص> یک چیزایی نوشته مثلا نوشته این آقا حداقل سی تا خونه داره مثلا اینجوری حداقل یعنی مثلا سن... <applause> حداقل واقعا آره انرژی اونجا خیلی کول cool بود خیلی بول و هر شهری برای خودش یه وایبی داره دیگه آدماش یه جوری هم و میدونی یه سری جا دانشجوه یه جای پولداریه یه جایی همه آرتیستن یه جا مثلا تو زوریخ همه, همه, میگن توی همه اونجا نوازنده خفن همه میگم بخش زوریخ تو وین توی اتریش همه اونجا شاگرد موسیقی هم دیگه بعد اونایی که با آهنگ رو با هم میخونن از همه جا بهتر میخوندن چون همشون خیلی شوس رو نوت بودن ها. آره اما یه جام خیلی چیز بود اصلا من خودم مریض بودم برونشیت داشتم بعد انقدر بدم ببین اگه تو کنسرتای که با گروه هستم خب انقدر بلندیم که صدامون همه چی رو خفه میکنه اصلا برام مهم نیست مردم حرف بزنن نظرم ولی جایی که تنها دارم میزنم خب خیلی تاثیر داره یارو داره با بغل دستیش لاس میزنه داره سعی اومده اونجا فقط مخ یکی رو بزنه که برا خونه بکنه میگم بابا فلان شده بار گم بیرون الان همه ساکت نشستن یکی اون تحت داره در گوش یه دافیه داره هی زر میزنه بعد تو کل دیالوگ قشنگ داری میشنوه که چقدر یارو بی ارزه است تو <تصح> کنسرت داره سعی میکنه دو دفع دو دفع دو, دو ناراحت میشه یه بار از بی یارو یه بار از آفرین من معمولا معذرت میخوام ولی اون بیشوره که وقت داره زیر میزنه معمولا منم یعنی تو آره تو فکر کنم تو میشتید اونجا یعنی گاو داشتی همین جور فک میزدی به تو فوش بعد خلاصه برگشتم به مردم گفتم با بچه تو رو خود ساکت باشین صدام خیلی کیری و میدونی یه ذره به مردم فکر کردم به با... یکی یکی فکر بدارم به اونها فوش چون گفتم تو توییتر نوشته بود که کیران وقتی که اینجوری با همون ادبیات تطلویی حرف میزنه با مردم چه توقعی ازش داریم و آره من هم هم عشق اینن که سری خال زنکی بود دوان برن توییتر گزارش بدن من اول من اول دیدی که مثلا <تصفح> یارو از یارو اتو گرفتیم و اینا حالا من الان فیو استار میشه توی تمام بچه معروف میشم اون زندگیم خوب میشه و میلیونر میشم فردا و همه دخترها بهم میدن و همه عاشقم میشن این واقعا دوچار توهمن قشنگ ملت آره من که خدا وکیلی چند روز با یکی صحبت می‌کردم بروناتو می‌شناسی ویدیو باحال درست میکنه اگه نیدی یه دفعه کن چی برونات بی آر او ان یو تی ام حرف می‌زدم داشتم باهاش حرف می‌زدم بعد ازم پرسید گفت به نظرت ایران هیچ وقت درست میشه گفتم راستش بخواد به نظر من نه گفت چرا گفتم به خاطر اینکه اگه چیزی بخواد درست بشه حداقل سه تا جنریشن باید طول بکشه یعنی تو و بچه تو نود باید به گا بدین که نبیرت درست بشه و من فکر نمیکنم هیچ کلمه بر اساس چه منطقی اینو میگی تو کونو در آوردین عدد رو ارقام بودی آره دیگه نه فکر کنم خود برای خود ما باید یه چت جی پی تی ورژن سهیل درست کنیم خودت تو چند تا جنریشن طول می‌کشه یه کشور درست شه اگه بخوای تغییر توش ایجاد بدی آخه حدودا داری درست میگی بر اساس مقاله که من خوندم داری حدودا میخوام همین برام جالو که تو کونت به این عدد رسید آره از کونه ولی خب مثلا فکر کردم دیدم خب مثلا الان من مثلا میخوام مثلا میام میخوام کانادا رو اسلامی کنم میام تو مدرسه اسلام رو, رو میندازم خب منو که آدم نمیشه ما بزرگ منم که آدم نمیشه بابا منم که آدم نمیشه پس فقط بچه من آدم میشه بعد بچه من 80 درصدشون مثلا اسلامی میشن 20 درصدشون اسلامی نمیشن بعد جنریشن بعدی که مومو و بچه دار بشن اونا به بچه هاشون تو خونم اسلام یاد میدن تو مدارسم یاد میگیرن بعد جنریشن بعدی دیگه مثلا میشه رو برو رو 90 همه دیگه توی چیزی شدن یعنی مثلا ما امروزوری آردی تو مدرسه بهش گفت اسلام با. من روی این حساب فکر کنم که درست سه تا جنریشن باید بره چیزی رو بهتر کنی و باید به نظر من اکتیولی روش در حال کار کردن باشی ایران روش در حال کار کردن که نیست هیچ چی داره بدترش هم میکنه یعنی مثلا اگه مثلا امسال 10 تا خوب بود سال دیگه مطمئنا 9 تا خوبه که دیروز که داشتم آمار میدادم میگفت الان دیگه ساعت 6 به هزار بعد, بعد پسرا رو توی چیز رو نمیدن توی مالا دیگه را نمیدن پسر تنها یا باید زن داشته باشی قشنگ. قشنگ ما پس رفت داریم میکنیم قشنگ اونجا اصلا یعنی واقعا عجیب غریب اگه نمیدن. مثلا یه اخبار بیاد بگن که آقا ایران گفته دیگه زنان نرن دانشگاه خیلی تعجب نمیکنی مثلا نمیگی نه بابا میگی او تمشون میگم که همین 40 سالم هم گذاشتن چون مثلا با افغانستان مقایسهش میکنی دیگه میگی خب افغانستان روز اول گفت نه اینا باز 43 سال گذاشتن آره عجیب دیگه ببین آره ولی میگم مردم متاسفانه ما یه هستیم که به محیط اطرافمون خیلی سریع خودمون رو انطاف میدیم و میپذیریم هر چقدر وحشتناک هر چقدر ترس بخصوص خصوص اگه داریم با ترس و ترور کنترل میشیم که خیلی سریعتر خودمون رو انطاف میدیم و این الان میگم متاسفانه سیچویشنی که توی داخل ایران هم هستش که دیگه برای ما عادی شده وقتی اخبار میشه که بچه رو دارن مسموم میکنن اصلا خیلی وحشتناک اصلا چرا به هم چیزی عادی بشه خیلی عجیب. با هر روز همه قاطی باشیم دیوانه باشیم میگم دیگه واقعا خیلی خود خل... خود خل... 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 این خیلی بحث عجیبیه که چهجوری اینقدر راحت ام... این چیزا برای ما نورمالایز میشه میگم من معلوم... از من معلوم چه میدونم خود... این, فر... این فرهنگ ولی واقعا چجوری الان بس تو میگی سن هست دیگه طول میکشه تا ما درست اتفاقا دو در مورد همین موضوع حرف میتونیم امروز میذیم در مورد همین حرف بزنیم تو قبلا هم گیر دادی خیلی ما داهاتی و اینا <applause> یه ویدیو دارم اینجا تگش با می‌کنم خوری سری ایرانی داهاتی آیا ما به خاطر اینکه خب چون تو فرهنگمون اینه و این این کوالیتی ها و این تریت های تاکسیک و مریضی که میبینیم بیشتر به چشم میخوره یا همه آدما فکر میکنن این کوالیتی رو دارن چون من احساس میکنم که من همیشه تو زندگیم تنها آدمایی که واقعا کونم گذاشتن و سلام کلا گذاشتن ایرانی بودن منم هم همینطور ولی بعضی موقع شک میکنم یا خب نکنه چون من با ایرانی دیل میکنم یه اتفاق سرم میاد ولی وقتی به آدمای دیگه با رئیس های دیگه حرف میزنم یارو من میگه ایرانیا ها مثلا میگم ایرانی کونت میذاره پشت مثلا جلاد میگه به به میره پشت میگه چه اح اح اح. یارو نمیگه که آره خب مثلا ژاپنیا هم اینطوری هم, هم. یارو اینجوری داره نگاه میکنه میگه نه بابا واقعا مثلا هندی داشتم با یک هندی مثلا هم به دکتر هندیش حرف میزنم بهش گفتم که آره مثلا تو ایران که میری باید هی بری فک رو فامیلتو ببینی من که رفتم ایران گفتم که آقا ما فقط برای سه ساعت خونه میشینم روز اول هر خواست به من ببینه من حاصل ندارم یه ما فک و فامیل ببینم خیلی هم همه ناراحت شدن اینا بعد مثلا اون برش گفت آره تو هندم اینطوری اگه ما میریم باید همش فک و ببینیم واسه وقتی یه چیزی میگی یارو میگه آره ما هم اینطوری ولی این خیلی واسه من کم اتفاق افتاده هر وقت میگه همینجوری نه بابا واقعا میگی من فکر شما خیلی خفنین من یه همسایه دارم ایرانی خیلی با خوبه بعد ما خیلی کونیم با آدمای غیر ایرانی خوبیم انقدر اولاقیم خوبی و بلدیم ولی به خودمون نمیدیم این یارو نمیفهمه زبونمون بیا یه کاری کنیم فکر کنه ما بهترینیم یعنی فقط دغلبازی و دروغ توش خوبیم میگه بزن این ژاپنی همسایه من فکر کنه من بهترین همسایه‌ام هم. برم بهش قضا بدم فلان کنم ولی مثلا همون یه واقعا لازمه داشته باشه کاری واسش نمی‌کنی فقط فیلمی یه روز یارو مهمون داشته باشه نمیگی بیا ماشین تو بذار تو پارکینگ من من یه دونه همسایه دارم اینجا خیلی هم باشون خوبه اما اینو نمیخوام روی چیزی بگم فقط پوینت دارم میگم این همسایه شون سرپاینیه واسه همین وقتی تو زمستون برف میاد خیلی سخت ماشین بره بالا بعد هیچ وقت پارو نمیکنن چرا چون یارو رانندگیش خیلی خوبه یه دونه چاک گنده چهار بر داره میره واسه خودش از این برفا میره بالا بعد تو زمستون خب من میبینم که مثلا یه ماشین میاد این ماشین داره چپ و راست میشه و فلان و بسار بعد میرم نمام کنم میرم ماشین توی خود یه راه رو... یعنی درایوی خونه هست بقیش هم چمنه بعد مثلا میبینی ماشین داره توی این جایبه چمن داره دونات میزنه خب چون میخواد ماشین رو صاف کنه بره بیرون بعد بعضی ما میاد حتی دیدم که مثلا تا 20 سانتی متری ساختمون من اومده جلو یعنی ماشینش سر خورده تو بعد تو چمنه اومده مثلا چمن فکر 15 متره تمام 15 متر اومده اومده اینور ردم کرده داشته ماشینش میزده به خونه ای من نه اینجوری این کارا رو میکنه خب بعد زمستون که تمام میشه این قشنگ میبینی این جایی که ماشین بکس و کرده تیک هایی که سوراخ شده مثلا 7 8 تا تیکه سوراخ داره خب خب تو اینو میبینی دیگه یه چمن داره میبینی باهاش چیکار میکنه اینا من چند شب پیش پوکر داشتم بچه‌هاش بازی میکردن 10 تا ماشین اینجا بود یکی بچه که میخواست بره ماشینش ماشین چهارم بود بهش گفتم که گفتش که ببین یا با باید بگی سه نفر بیان یا اگه اوکی من چمن برن رو چمن میتونم رد چم. گفتم ببینید رو چمن میتونی بری چون که فقط یه کوچولوشو میخوای بری بشم این یارو تو ماشینش بوکس و میکنه تو اینجا دیگه تو همین آروم برو بهش گفتم گفتم نرو اونجا ترمز کن دوباره گاز بده وقتی میری یه ذره برو که جای چرخ نندازی یا صاف اینم بهش گفتم رفت هفته بعد که اومد گفت اون آقایی که اون خونه رو صاحب خونه است اومد به من گیر داد همون کسی که تو این همان بوکس و میکنه می اگه زنش بود قبول اگه پسرش بود قبول اگه دخترش بود قبول ولی خود تو که میای تو این چمن بوکس و میکنی چرا ساعت 11 و شب میای بیرون که به این نفر برینی چون فقط میدونی الان قدرت اینو داری که به یکی برینی این اسنس ایرانیه این به نظر من ایرانیه یعنی من تعجب نکردم اون عجب جاکشیه نه کار کار غیر دیگه اگه گوش میکنه پادکست تو الان میاد سراغمون قشنگ پدرمون رو در میاره نه آدمی که به خواهشم ببینم مثلا یه روز اگه ببینم به من بگه سولیک اومد اینجا میگم ببخشید من چون شما اینجا خودتون بوکس بات میکنی هر زمستون من فکر کنم اوکی یکی روش همه رد شه وگرنه من وحش و دیوانه که نیستم که به تو بی کنم اگه من مثلا میگم هر روز تو جای هم میشینم یه جوینت میزنم بعد مثلا بعد از چهار سال یه روز پسر این از فرانسه بیاد اینجا بره تو حیات من جوینت بزنه نمیاد پنجاب بزنه میگم دم خونه من دوبی نکش اینجا بچه زندگی میکنه میدونیم یارم میگه خاکسه من تو رو دیدم همیشه اونجا جوینت میزنی گفتم برو اونجا جوینت بزن نگفتم که بخوام بیام برینم به تو منم میگم بگم این برو اینجا برو ولی یارو باز اومده به مهمون من ریده بعد این کیه که وقتی مهمون داره من میگم آقا شما مهمون داری بیا خونه من پارک کن ماشینات به مهموناتون بگو بیا خونه من پارک یعنی اینجوری که مثلا با هم خونساین بعضی موقع یه اند میزنه منم بعضی موقع من, همیشه فقط خوبی میکنم به اون ولی اون هر دفعه که شانس داشته یه چیزی بد بگه گفته مثلا یه بار آشغال رفتم گوشم خونش 7 سال پیش سال آشغالش مثلا توش جاش 10 تا آشغال کیسه آشغال فکر کنم توش 6 تا بود من یه دونه انداختم روش به من مسیج زد که بیا آشغال ور تو وردارت تو آشغال ما پشمان. آره قاسم این به نظر من ایرانیه یعنی مثلا وقتی اتفاق میفته من نمیگم که عجب آدمی فلان میگم یه ایرانی و این کاراش دیگه نمیدونم دیگه آره دیگه این... نمیدونم من میتونم برای مثال بیارم مثلا تو آلمان آدمام هم آلمان یه کزخول بازی دارن یه... مثلا یه, یه پیریزن آلمانی بود همسایه ما اونجا که اومد آشقال های توی مثلا پولدار ولی بیکار دیگه دیوونه فضور اومده توی رو میگشت که ببینی که آیا اورگانیک و ریسایکلینگ و گاربیج جدا کردیم یا نه آها اون آدمی چه دی یه میگم همه همیشه آدمای دیوانه هست. تو مجارستان که بودن مثلا مجارستان سوراخ کون اروپا است ببخشید اون میگم ولی خودشون یه جوری مثلا ابرقدرت ترین نژاد مثلا اصلا با ایرانی نمیدونم چقدر بعد برخورد میکنن نژاد پرستانه و اصلا خب آدم توجه هر جا هر هر, هر کسی میگه آدما میگم شاید, شاید 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 ما دیل کرد شاید شاید توقعمون از یه ایرانی شاید یه توی ناخداگامون یه جوری که میگیم آقا ما چون جفتمون ایرانی مثلا بیا با هم مهربون باشیم و با هم عشق کنیم و هوای همدیگه رو داشته باشیم بچه‌ها برام بیشتر به چشم میخوره چون توقع منی که با ما جفتمون ست هم دیده و اون جمهوری اسلامی کونه رو پاره کرد و پاشادی مری برای دنیا حالا شانسی به همسایه در اومدیم با هوای همدیگه شیم بط... مثلا همین قضیه این همه داستانی سیاسی مون دیگه همش اخ دعوا و اختلاف به جای اینکه همه متحد باشن و ائتلاف قوی‌تر باشه و فلان من اون توقعات از همدیگه که احساس میکنیم که چرا برای همدیگه حضور نداریم چرا همدیگه رو سپورت نمیکنیم و بیشتر به ذوقمون میخوره تو چشم میخوره و اون خورد میشه وقتی که میگی بابا تو مثلا بگو ما اومدیم اینجا اواریچ که اومدیم ونکوور یه یارو مثلا خوش مثلا میگه آقا من عاشق پدر تو بودم و خانواده شما و فلان و این چیزا و خیلی حواستون داشته باشم بعد تو خونه که بودیم این پنج تا اتاق خواب داشت اجاره میداد خب و مثلا میگه آره من قیمت فوق العاده با یه خونه گنده اونور اون اون اوای که اومده بودیم و یه اتاق من اجاره و اتاق مهران و اینا و بعدا فهمیدیم که این جاکش از همه ما اجاره بیشتر گرفته که خودش پول اجاره نده تو این خونه و مثلا چقدر پولش مثلا میدونی چی میگم بس با... آقا اوکی میخوام تو بادشاهم بکنی اوکی چرا میای به ما میگی که آقا من رو دارم اینه که خیلی کونه منو میسوزه ترجیح نکنه که اونه که میذاره تو کونم بگه آقا من دارم الان میکنم فرو میکنم تو کونت میگم اوکی درمت گرم که حداقل رو راستی سیری این نفته. که همیشه با لاو میکنن تو کونت خیلی رو اعصابه ولی حالا خ... من نسبت به این موضوع هم یه چیز دیگه بگم که من باز این دوباره فکر خودمه میتونه اشتباه باشه من توی ایران چیزی که نوتیس کردم همه وقتی بچه باد بزرگتر میبینه میگن به عمو سلام کردی به خاله سلام کردی این احمقانه ترین کاری که به نظر من توی بچه میتونی بکنی چون عمو میشه برادر بابای کسکش خاله میشه خواهر مادر جندت یعنی دوتا از نزدیکترین آدمات بعد از ننه بابات تو هر اولاقی رو تو خیابون میبینی یا رو رانده تاکسی میگی این عموی توه تو به بچه ایرانی همیشه تو مغزش شروع میکنی کاشتن که تمام آدمایی که میبینی جز خاله و عموی تو یعنی یه قدم فقط با ما دارن دست نباید این باشه من روز اول حتی یادم یکی از دوستان اومد گفتش که سلام عمو خوبی بعد برای چه که بگو سلام رضا که هم به دوستم بگم تو عمو سیدا داشته من هم پاشا بگی که به استدا کن آدم رو الان پاشا کسی میاد میگه سلام اسمت چیه میگه آریا میگه سلام آریا خوبی هیچ کیو امو خاله حساب نمیکنه من خودم شخصا اینجوری به گاه رفتم چون وقتی میگم که عمو سلام عمو ماشیم هم تصادف کردم گفت ای قربونه به امو اشکان نداره من خودم ردیفت میکنم احساس میکنم واقعا عموم داره این حرفو بهم به میزنه ببین آره دیگه میگم این توی این قضیه با این توقعی که ما فکر میکنیم چون همه ایرانی هستیم و هوای هم داشته باشیم خیلی جالبه تو اون چند دیگه دوستامو داشتم کمک میکردم برای پروژه ای که دیدم یه سری دارم میکنن تو پاچه هست یه براش یه طرحی پیاده کردم که 50000 دلار سیو کرد 50000 دلار که قرار تو جیبش بره بعد برگشتن گفتش که چرا این کارو برام کردی مثلا تو چیزی نمیخوای گفتم نه گو یه درصدی پرساندی دیگه گفتم نه هیچی پول نمیخوام تو آخه چرا این حالا به من دادی چرا اینجا هوا ما داشتی گفتم خب دود رفیق هم این خب اگه منم میدیدی من دارم یه گاه اشتباهی میخورم دوست داشتم تو هم, هم میگفتی. باید من میگفتی ولی تعجب میکنم گفتم من باورم نمیشه که مثلا اینقدر پول سیو کردم به خاطر تو و عجیب ما توی ایرانی ما انگار یه ذاتمون یه خیلی دوستا ایرانی اینجوریان هم که همیشه همه بدن تا عکسش ثابت بشه اصلا انگار رفته توی تو،, تو،, تو, وجودمون که همش برای همین این آدم این اخلاقای خیلی بد و دیولپ میکنه و همش بد بین و به آخرش هم تبدیل میشه به دایی تخمی چون خیلی جالبه دیدی مثلا دعوات میشه با دوستات یا مشکلی هستش همه داریم سر یه بحث تخیلی بحث میکنیم که اصلا اونقدر بزرگ و واقعی نیست ولی همه این سکیوریتی اقدای و میزنه بالا تو این دعوا و این بحث ها و در حالی که مسئله خیلی صورت مسئله خیلی راحت‌تر از این حرفو حل میشه مثلا در مورد کیسو اگه از اولش همین چی تعارف نمی‌کرد میگفت قیمت چی اصلا همه چی پیشگیری میشد دیگه به مرحله آخر نمی‌رسید ولی این تعارف بازی و این دروغ و این نمی‌دونم زرنگ بازی که یه دو تا بیشتر سود کنی و فلان خیلی من بر همین مثلا با تو هم حال می‌کنم من تو اینقدر رابطه‌مون صاف و صوفه اینقدر میگم دوستی مثل تو رو من دست نمیدم به خاطر اینکه هر چقدر کوشر میگی و روزی سه هزار تا پادکست میدی بیرون و چت جی پیتی شدی برای خودت ولی واقعا به من خیلی حال میده چون همیشه میدونم با سوئیل اینجوریم اگه کمکی بخوام سوال میگه اگه دارم میتونم کمک اگه ندارم نمیتونم اگه فلان کار ماشین میخوام میتونم بدارم فردا نمیتونم میدونم که بهم دروغ نمیگه حداقل دروق نمی نه من خدای سر کردم دروغ نگم و حالا من توی حرفات یه چیز اضافه بکنم ببین حرفاتو کامل قبول دارم پوینتی که میخوام میک کنم اینه که از بیس رو حرفای تو میتونیم ثابت کنیم اکثریت از آدما بدن حالا چرا مثال بعد میزنم باز دوباره این بحث وجود من همیشه مخالفش بود بحث میکنم ولی بگو حالا. ببین مثلا همین داستان که تو میگی آدما بدن من یه مسافرت های میرفتیم بعد من همیشه مادر خرج بودم چون مامان بابام همیشه مادر خرج بودم من یاد گرفته بودم مادر خرج باشم بعد خیلی هم زحمت میکشیدم چون اقتصادی هستم مثلا زنگ میزنم با یارو چونه میزنم آقا 100 دلار بیا پایین نمیدونم این اینو سعی میکنم ماشینا رو یکی کنم که کمتر بنزین مصرف کنم واقعا زحمت میکشیدم یعنی از یه آدم دیگه بیشتر زحمت میکشیدم بعد میومدم حساب کتاب میکردم مثلا آخر سفر میگفتم آقا نفری خرجون شده 53 دلار بعد 15 نفر آدم بعد همه میومدن به من نفری 50 دلار میدادن من مثلا سوال بود که ببین شما 15 نفرین یکیتون گاو یکیتون دوز یکیتون بیشور یکیتون عوضی یعنی یه آدم حسابی تو نیست که مثلا اون بیاد به من 55 دلار بده چه چجوری همتون بلد این 3 دلار بزنین بشه 50 یکیتون بلد نیست رون کنه بره 55 شما دارین رون بازی میکنین من که نخواستم من با 53 راضی ام یکی نه یه 5 دلاری به من بده با دو... یه دونه 3 دلاری یکی نه بعد آقا من رون دوست دارم کاکام سکه دوست دارم 55 ولی همه 15 نفر به من 50 دادن بعد حالا اتفاقی که میفته وقتی 15 نفر میان به من نفری 100 دلار کم میدن وقتی ضرب کنی میشه 45 دلار من که همه کارا رو کردم خرجم میشد 99 دلار اینا که هیچ کاری نکردن 50 دلار بعد میگم چطوری اینا روشون نمیشه بیا میگم بچا یکیشون بودن 15 نفر دیگه یک تا 14 کونی گفتم چرا نفر 15 نمیاد بگه بچه ها سوهل این همه زحمت کشیده اینجا رو برام پیدا کرده من یه دقیقه چونمو سرچ کردم اینجا که گرفته مثلا معمولا 200 دلاره سوال چون قبلا با یودی داشه 150 گرفته نمیدونم این این رفته کاسکو بو ممبرشیپ خوش خرید کرده نوشابه که مثلا جایی میدن چلسن سنت سوال 30 سنت خریده پس سوال سعی کرده واسه ما پول سیو کنه بیایم برای تشکر ازش به جای اینکه نفری 54 دلار 3 دلار بدیم نفری 60 دلار بدیم که سفر سهیل مجانی بشه بعد من چند تا تا مصطفی مثلا ستاپ کردم بالای 50 یعنی بالای 50 با مثلا دور و بگو 60 70 تا آدم اگه اینا رو کامباین کنی آدمای یونیک یعنی تو این 70 نفر یک بار یک نفر نیومد بگی آقا این که اینو زرد میکشه چا نکن بعد من اون ادمم میگم مثلا تو این کارو بکنی من میام چقد شده 54 53 مثلا این نفری ای دو تا اضافه بدیم میشه 15 نفر میشه تقریبا پول بچا میشه به جای 53 55 بدیم که تقریبا پول رامین رو کاور کنیم بعد حالا یه بچه چی جواب بدهن کاری ندارم ولی این اتفاق یه بار اون ورش نیافتاده بعد یه بار صدان در اومد دیگه عصبی شدم یه بار گفتم آقا این چه کس که من همه کارا رو میکنم بعد به من کم ترم پول میدین چرا من با هم دو برابر شما کاس بکنه همم هم کیرتونین بعد یکیشون بهم زنگ زد گفت راستش رو بخوای ما همه فکر کنیم تو دزدی ما فکر کنیم برای 40 لولا در میاد ما به ما رو میگی 53 برای همین ما به 50 میدیم میگیم خوبه دیگه <تص> آی خب میدونی این من خب نمیتونم تو این تو این جماعت زندگی کنم اصلا نمیفهمم این لول کسیفی و چونیواری و احمقی و عقب و بدجنسی من نمیفهمم اصلا نمیتونم حل کنم خودم و تو این میگم واسه چی این آدم و اینقدر بگم من هم هم در حمایت از حرف تو هم زده اولی داستان در حمایت از تو رو تعریف میکنم سری. من یه موقعی سری هماتاقی ایرونی داشتم نشه کسخول توی نیویورک خیلی سال پیش بونز و سال پیش نمی که بود ما مدرد شدیم که داریم غیر قانونی توی خونه ای سکوات میکنیم بعد بر طبق قوانین نیویورک کسی که ما با دروغی اجاره داده بود اونجا رو که خودش هر هفته هر روز سر کوچه توی خفن ترین رستوران میشه استیک و آبجو و شراب و اینا می ما به اون پول میدیم اجاره ولی ما داشتیم خود اونم که مفت داره زندگی میکنه خونه کلا متروکه ای بود که ما همه داشتیم جوی و داغونی توی زندگی میکردیم باید قانون هست توی نیویورک تننت لاز نمیدونم چی چی که تو نمیتونی کسی بیرون کنی من اینکه به اونها یه پولی بدی و فلان بگه دوستم قبلا این کارو کرده بود و از دولت مثلا میگم 15 سال پیش بعد قدیمی تر حتی آره تر مثلا از دولت صد و خورده هزار دلار پول بگیره طرف یعنی بخش از دولت یعنی از سمت اون آدمی که صاحب خونه بود تا اینا بیرون کنه <تصفح> چون معمولا این صاحب بزرگ, بزرگ نیویورک هم که ریل استیت دیگه و برم دیگه کهکشان انقدر گرونه و من رفتم صحبت کردم با بچا تو خونه یه عالم آدم بودیم و گفتم که ببین بچا من مثل یه فول تایم جاب حاضرم برم پیگیری کنم دنبال تمام کارهایی که این پوله رو بگیرم شما صبح تا شب فقط بکشین و بزنید کوکتون رو بزنید کاسکون بازیاتون رو در بیارید ولی برای زحمتی که من میکشم من 50 درصد کل پول رو برمیدارم چون یک سال فول فهم جاب به دویدن و رفتم تو دادگاه و کورت بازی و با همه چیزا رو میخوندم و فلان اینا یه جوین زدن بچه یه لاین زدن و یه قرص خوردن و یه تکیلا زدن و گفتن نه همه چی باید مساوی تقسیم شد ببین شما قرار نیست که کاری بکنید. من قرار تمام زحمت ها رو بکشم کم مهم نیست ما باید همه چی مصابی تقسیم کنیم میگم دیگه خودم لقتون من نمی‌کنم. ببین بعد اتفاقی چی افتاد آخرش هم هیچی گیری هیچ نیومد یعنی میخوام بگم اون روز از صورت برای ایرانیا صفر عدد بزرگتریه از 20 درصد ببین برای ایرانی اصلا من چیزی فهمیدم چون یعنی حاضر تو بیشتر نگیری منم نگیرم جفتمون صفر بگیریم ولی تو بیشتر نگیری این در حمایت از صحبت تو بود که در مورد حالت دقلی کیس با یه سری آدم ایرانی ولی باید ضد حرفی اینم سریع بگم خیلی فیلم هستش تو یوتیوب هست تو اینستاگرام هست تحقیقات هست استادی هستش در مورد بچه ها خب و نجات پرستی و جوری که به رنگ نگاه میکنن به جندر سکشوالیتی بخی... و بچه ها باید نگاه خیلی معصومانه آره، قلبشون پر عشقه خب یعنی رنگو نمیبینن این تفاوت ها رو نمیبینن فلج این به نظر من نشون میده که آدما ها... خوب در به دنیا میایم. واقعا چیز خوبیه. ما خوب به دنیا میایم. من به نظرم ما همه خوب به دنیا میایم. تو وقتی که اون خانواده و فرهنگ و مذهب و گوه و همه این چیزا میزنه به گا میده اون قسمت خوبمون یعنی یا آدم یاد میگیره که نجات پرست باشه. آدم نجات پرست دنیا نمیاد. یاد میگیره. کاملا قبول دارم. این تنفرها این عقده های چیزایی که به ما ما یاد میگیریم در طول زندگیمون چه از از تجربه شخصی چه خانواده ببون اینا رو گفته چه اون محیط یا اون آموزش پرورش یا اون دولت کیری که بالا سرته به مردم یاد میده که به همدیگه بچاپی با به ما،, ما،, ما انقدر ف... تاپی که بیشتری آرایشمون موقع آشرو تاسو فروش میره یعنی یه سری دیوانه میره اون موقع می آرایش میخرن خوش که یه پسر پولدار حزب الله مثلا بلندشون کنه یعنی یعنی اصلا انقدر ف... عالم چیزی هیچ جای دنیا هم چه اتفاقی نمیفته یعنی اصلا ولی آدم اصلا قلبش میشکنه وقتی میبینه یعنی که وضعیت کشور ما چه جوری و مردم با چه گای رفتن که همه به جون هم افتادن و این همش و همش به نفع این جمهوری اسلامی کیری میشه وقتی مردم با هم دیگه به جون هم میفتن با هم اختلاف دارن و همش با هم دعوا میکنن فقط اونا قویتر تر میشه جیباشون پرتر میشه یعنی سو فکر خود اونا اینجوری نیستن خودشون من فکر همینطوریه هم. یعنی اونا هم زیرا هم اونا, کیا؟ اونا کیا؟ دولتی ها. اونا که تو داری میگی سود میبرن از عقب موندگی بودن مردم من فکر میکنم تو خود اونا هم عقب هست یعنی اینو اصلا امکان داره کوئنسیدنتال شده باشه که شانسی به نفعشون شده باشه ولی فکر پلان نشده کلا نسل ایرانی توی تاریخ همیشه قوی بوده تو وقتی تاریخ تاریخو میخونی همیشه که شاخهای دنیا بودن توی الان آره از دولت ولی از مردم تو که ما 2500 سال فقط یه دیکتاتوری و یه, یه چیزی بالا سرمون فقط با پتک زده تو سرمون ما یاد نگرفتیم فرهنگ مدنی یاد نگرفتیم الان میگم آدمای خیلی متفکر و انتلکتوال و آدم حساب میگم زیاد داریم کم نداریم بچهای این دور زمان هم نسل جدید و بعد از انقلاب مهسا میبینیم که چقدر متفکرترن میبینیم که چقدر بچه ها احساسی تر هم. که چقدر قلباشون بزرگتر از نسل قبلی واقعا من خیلی براشون احترام قائلم برای این نسل جدید اما ها که خیلی برای با دور اون بازی میکرد حرف تو قبول ندارم تو اون لولی که تو داری میگی من فکر نمیکنم انقدر بچه های جدید بهتر شدن یا سرشون بهتر شدن ولی من همین مثلا آخرین بار 6 7 سال پیش ایران بودم دیگه چون مثلا من 100 سال نرفتم هفت هفته بیرون من مثلا من تو مهمونی میگفتم کوک نمیذارم مسخره میکردن خب یعنی این کالچر با شعور و با فرهنگ آدم حسابی نیست یعنی من اگه میخواستم کوک بزنم هیچکی نمیخواست کوک بزنه نه باز منو مسخره میکردن که او این یارو بنگی معتاده ایران انقدر دیگه فاب شده که منی که نمیزدم کوکو مسخره میکردن ها چاغاله بریم خارج منی چرا رفتی خارج من یعنی چه چه ربطی داره من کمربا میبستم مسخره میکردم مثلا دفعه قبل خارج, خارج کوک <applause> بزن دایوس دا چرا رفتی خارج مثلا من کمربا ایمنی ای میبستم مسخره میکردم بعد یادم نشستم تو ماشین دوستم کمربندمو بستم بعد سه نفر تو ماشین زدن زیر خنده ها اینا ببین بابا نه تا گفتم من نمیفهمم که بین 5 نفر آدم یا بین 4 نفر آدم تنها که داره کار درست انجام میده منم به جون که شما لحظه این لحظه رو نگاه کنین ببین خب کاری نداره که یه ثانیه بس شورتون به این نمیرسه به جون که کار خودتون رو فقط بکنین ببین خب اگه تصادف شد این خاکوسه زنده میمونه ما هم میمیریم اینم نمیکنین یکیتون تصمیم میگیره که منو مسخره کنه بعد سه نفر دیگه هم اونو بکاپ میکنین میگه او راست میگه این گسخله کمنزه این فرهنگ ماه من نمیدونم تو این خوبی کجا داری میبینی جوانای جدید من با جوانای جدید حرف میزنم چون من فادارام جوونم باشون حرف میزنم اونقدی متوجه نیستن دنیا چیه میفهمن دیگه اسلام به درد نمیخوره میفهمن خامنه ای دروغ میگه ولی همین دیگه دنیا کیه خوبی چیه مردونگی ها. چیه من نمیبینم چیزایی که خوندن به خاطر وسپ بودن اینترنتی رو بالاخره دو تا بقاله میخورن دو تا چیز مینن بالاخره نه اونقدر باید. یعنی تو میفهمم چی میگی یعنی این مشکل ها این عقده ها این این چیزا وجود داره طبیعتا توی قرقش قشر هر جمع. ولی من احساس میکنم که میدونی بچه الان شا... شاید, از روی اه... یه... یه شجاعتی دارن که حالا شاید از جایی که میاد این شجاعت شاید همیشه جای درست نباشه ولی خوبه لازم داریم یعنی این جوانای الان خیلی برنظر من میدونی یه به جایی که انگار چیزی برای از دست دادن ندارن برای همین اون مم. اون اون معلزه اون حتی اون اون کار احمقانه کمر بند نبستن یا که یا الان بچهای جوان ایران یادم دیگه او سن یارو دراگ گیرش میاد چی چیه میزد می بعد میگه خب بریم چیه فازش مثلا اصلا نمیپرسیم میگم بابا دود مثلا حداقل زمان ما ما دیلرمون رو میشناختیم باش رفیق میشدیم که جنس خوب میگیریم یورا دیگه انقدر خود بی خوده فقط جلوش میذاری و سبز و زرد و سفید فرق نمیکنه همونو میکشه تو میره جلو یه ایران بودم زنگ زدم به دور مواد دیگه زنگ زدم میگه مثلا آقا گل میخوام گفت به این یارو زنگ زدم به یارو میگم گل چنده میگه هزار تومان بعد میگم چقدر میگه یه کیسه بعد بعد واقعا شفیم میگم که چقدر یه کالچر واقعا با گاو عقب مونده باشه که یه نفر با این کانسپت کاموام کرده همم هم قبول کردن میدیم بعد میگم که خب یه کیسه چقدره میگه یه کیسه معمولی دیگه میگم خب مال معمولی که سایز نیست بگو سه در پنج یعنی چیه کیسه یه کیسه آشغال به من میگه نه دیگه یه کیسه اندازه کف دست میگم خب مالقبه یه بار تو زندگی تو اینو شو ترازو ببینی 5 گرمه 30 گرمه یه چی به من بگو خب تو ولی 7 گرمی میشه بعد اومد مثلا 13 گرم بود میگه چی میگم مثلا ببین من واقعا معذرت میخوام من نمیخوام بشینم اینجا ببینم به ایرانی وقتی خود ام انم ایرانی ام ولی وقتی میام این صحنه رو میبینم تو کجای دنیا میتونی بری بگی آقا خیار چنده 3000 تومان چقدش یه بستش تو بسته چند تا خیاره یه بسته پر گرمیه، وزنیه، تعدادیه یه بسته خیار دیگه چرا کوسچه میپرسی بعد من احمقم که دارم سوال میپرسم اون یارو نرماله من گاوام که نمیفهمم یه بگ چیه این فرهنگ فقط ایرانی داره دادا <applause> تو هیچ جای دیگه قدرت نمیتونی بری بگی مثلا الف چنده بگی یه کیسه 50 تومن یا گرم بهت میده یا بهت نشون میده یا میگه کیسه 3 در 5 زیپ که فلان میدونی مثلا تو ایران که میگه چیزایی میبینی واقعا نمیفهمی مثلا پشم آدم میریزه که چرا مثلا الان همه همبرگر بیکن دارن توش و ایران بیکن غیر قانونیه خب چرا بیکن چرا تو نشین سالامی چرا پاسترامی چرا نشین نمیدونم این همه چیز پرشوتو چرا فاکین بیکن چربی ترین و خفن ترین و معروف ترین جای خوک تو اسلامی ترین جای کشور همه جا پیتزا بیکن اینه بیکن بعد مثلا کوسچری دوباره ایرانی پیتزا مکزیکی خواه کوسچری مکزیکی پیتزا ندارن هر میری تو اینا پیتزا مکزیکی پیتزا آمریکایی پیتزا ایتالیایی اولا پیتزا مکزیکی وجود نداره پیتزای آمریکایی و پیتزای ایتالیایی نمیتونین اصلا شبیشو بزنین یه چیزی مثلا میگن یه چیزی میزنن میدونین بعد مثلا اینو نمیفهمم هیچ وقت تمومی نداره یه یارو تو یه پسر اینا که قضا مزا تست میکنن رفته بود یه جور همگر بخوره و خیلی شیک بود با جلو خود چرخ میکرد گوشت و نمیدونم رو فاکین چوب میپختش اصلا پشمام ریخته بود که چقدر یه برگری میتونه با کلاس باشه تو ایران بودی تو ایران بود بعد همبرگر رو ریخ پیاز رو ریخت و میکس کرد و شروع کرد من به یارو مسیج زدم که آقا تو که این همه زحمت کشیدی همه خفن درست کردی چرا همبرگر رو درست درست نمیکنی همبرگر توش پیاز نداره بعد یارو به مسیج زد که چرا پیاز داره همبرگر رسیپی اصلیش توش پیاز داره بعد بهش مسیج زدم که عاشق این اتهام نفس کازه کاذب ایرانی ها بهش مسیج زدم که ببین پس منطقه چیه که مکدونالد و برگر کینگ و شیک شک و فایو و تاپ 10 برگر جوینت دنیا نمیزنن فکر میکنی اونا رسیپی رو اشتباه گرفتن یا تو داری اشتباه میکنی بعد به مسئله, مسئله زد دیگه کم آورد مسیج زد که ایرانیا با با چیز دوست دارن با پیاز دوست دارن گفتم خب داش من تو که جلو داری درست میکنی تو فقط آپشن داری پیاز بریزی یا نریزی خب چرا تو اون منوی کلید نمیزنی همبرگر آمریکایی بدون پیاز همبرگر استرالیایی با پیاز شما که خوراک اسم کوسچری خب چرا این اینا بعد یارو میاد میگه هم میگه آمریکا پیاز نداره همون یه یاد میگیرن میدونی همه گاون این سر این خود یارو این اینو بفهمه یارو که اینو نمیفهمه چی باش بحث هم میکنی نمیفهمه منم که باش یه سال پیش بحث کردم هنوز نکرده این کارو چرا چون دا دوست داره بگه که من باور داشتم این و چون من باور دارم این دیگه اینه دیگه نمیتونه هیچی دیگه باشه من باور دارم توش پیتزا پیاز داره یا مثلا هم میگن پیتزای مکزیکی پیتزا اصلا اصلا انقدر من در تو ایران زیاده یعنی واقعا آدم دیگه سردرد میگیره بعد همه حق به جانب این نه این دقیقا کپی پیتزاهای مکزیکه بعد میگن مال جنده مکزیک پیتزا نداره من من تو مکزیک میام نمیتونم پیتزا پیدا کنم واسه نمیفهمی موضوع رو چجوری بعد چه این میخواد درست تو به من بگو کجای این داره درست دا میاد تصور که شباد و تختت که داری میخوابی مثلا این کانورسیشن دیالوگا داره تو سرت میگذره و داره قلط میزنی الان چی شده سو چرا داری اینقدر قلط میزنی میگه بابا کیرم تو پیتزای مکزیکی همبرگر با پیاز آره <تصف> نه واقعا میگم همیشه با 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 فایک میزنم و حرف میزنم به من که خیلی خوش میگذره من هم می مغز تو یه خیلی خیلی ریفرشینگ گوش دادن به حرفای بدون فیلترت میگم منتظر روزی هم که فقط این, این یه میلیون فالوراتو ببینم تو واقعا مطمئنم خیلی زود بهش میرسی خیلی کرکترت و اه... کلا برخورت با اینکه نصف حرفات رو باش بیشترش مخالف هم و غلط ولی چون خودتی و واقعی در ادا که تو, تو, دیگه نقش رو بازی نمیکنی. من خیلی برمیه سری از این اینستاگرام ها و این تویتری ای هستن که عدای آدم لات یا بد دهن، یا اجی یا انتلیکتو اداشو دارن در نیستن هیچ از این گوان نیستن آقا با ترین چیز تو دنیای امروز اینه که خودت باشه. واقعا هر چقدر اینو بگم کم گفتم واقعا دنیا قشنگ بر... داره سویش میکنه به سمت دمت گرم که خودت هستی همیشه مرسی که میگی خدایی بیشتر حرف هم درسته حالا میدونم تو دوست داری همیشه بگی حرفم <laughs> <laughs> مش بعدی